سرخط خبرها بدهی انگلیس به ایران در نیمه راهش در عمان بلوکر شد. ادامه حملات پهبادی ارتش اوکراین به خاک روسیه. وزیر کشور به طالبان هشدار داد. واکنش آمریکا به تهدید آغاز جنگ جهانی سوم. و اعتراض اتحادیه اروپا به باجگیری گازی روسیه پاسخ هماهنگ خواهیم داد سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید بدهی انگلیس به ایران در نیمه راهش در عمان بلوکه شد یک منبع ارشد دولت ایران گفت که بدهی 400 میلیون پوندی انگلیس به ایران در عمان بلوکه شده است گاردین گزارش داد به گفته منابع دولتی در ایران بدهی 400 میلیون پوندی انگلیس به ایران در زمان آزادی نازنین زاغریل و انوشه آشوری دو تابعیت انگلیسی ایرانی هنوز به دست تهران نرسیده است. در ادامه این مطلب آمده است یک منبع ارشد دولت ایران گفت که این پول در عنوان بلوکه شده و مشکل از دولت بریتانیا نیست. برخی از گزارش ها بگوید که تنها یک میلیون پوند به تهران منتقل شده است. انگلیس شرس کرده بود که این پول فقط برای اهداف بشر دوستان استفاده شود. اما این بیانیه در آن زمان در بیانیه از سوی دولت ایران رد شد. عمان در مذاکراتی که منجر به انتقال بدهی دیرینه در زمان آزادی دو زندانی بریتانیایی در 17 مارس شد به عنوان میانجی عمل کرد. ادامه حملات پهبادی ارتش اوکراین به خاک روسیه شب گذشته و بامداد امروز ارتش اوکراین احتمالاً با استفاده از پهپادهای انتحاری که به تازگی از آمریکا دریافت کرده است حملاتی را به شهرهای بلگرود، کرسک و وردوش ترتیب داده است. در تصاویر منتشر شده از شهر بلگرود، آتش‌سوزی بزرگی در سطح شهر دیده می شود. منابع اوکراینی مدعی هستند موفق به نابودی یک انبار مهمات ارتش روسیه در این شهر شدن. نکته عجیب این است که در میان پهپادهای انتحاری ارسال شده به خاک اوکراین، هیچ مدلی بردی بیش از 100 کیلومتر ندارد، حداقل به شکل اعلام رسمی و پهپادهای رسمی بیرقدار ارتش اوکراین نیز جای عملیاتی کمتر از این فاصله دارند و به شکل دقیق مشخص نیست که در حمله به این شهر از چه نوع پهپادی استفاده شده است در همین زمینه منابع رسانه روسیه تصاویری از سرنگونی یک فروند پهپاد رزمی بیرخدار ارتش اوکراین را در شهر کورس که در نزدیکی مرز روسیه با اوکراین منتشر کردند به نظر میرسد این پهپاد اوکراینی در حملات شب گذشته و بامداد امروز به خاک روسیه شرکت داشته که توسط پدافند موشکی روسیه سرنگون شده است. وزیر کشور به طالبان هشدار داد حمد وحیدی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره ناآرامی در مرز دوغارون اظهار کرد نیروهای طالبان تصور میکردند منطقه مرزی مربوط به افغانستان است اما نیروهای ما با آنها تذکر دادند و با مسئولان آنها در کابل صحبت شد و آنها از نیروهای خود خواستند که از آن منطقه مرزی برگردند و این اتفاق هم افتاد وی درباره آمادگی ارتش و مرزبانی برای مراقبت از مرزهای نیروهای ما کاملا آماده بودند و به هیچ وجه اجازه نمی دهم که کسی حتی به صورت سوء تفاهم بخواهد در مناطق مرزی با اقدام کند طالبان باید مراقبت کنند تا دیگر این اتفاق نیفتد واکنش آمریکا به تهدید آغاز جنگ جهانی سوم لوویداستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از هشدارهای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره جنگ جهانی سوم و احتمال استفاده از تسلیحات هسته‌ای انتقاد کرد آسین پس از یک کنفرانس المللی برای تسلیح اوکراین که در پایگاه هوایی ایالات متحده در رابشتاین آلمان برگزار شد، اظهار داشت: شما بارها از ما شنیده اید که این نوع لفاظی ها بسیار خطرناک و غیر سازنده است. وی افسود هیچ کس نمیخواهد شاهد وقوع یک جنگ ای باشد. چنین لفاظی های خطرناکی کاملا غیر سازنده است و ما نیز وارد آن نخواهیم شد. پیشتر سرگی لاوروف گفته بود خطر وقوع جنگ هسته‌ای واقعی و نباید آن را دست کم گرفت. او شرایط امروز را با بحران موشکی کوبا در سال 1962 مقایسه کرد. پس از کنفرانس رامشتاین که حدود چهر کشور در آن حضور داشتند، آسین گفت در آینده یک گروه تماس بین برای حمایت نظامی از اوکراین تشکیل می شود که به طور ماهانه نشستی خواهد داشت. به گفته ای او این گروه تماس برای تشدید تلاش ها هماهنگی بیشتر و تمرکز بر پیروزی در مبارزه امروز و آینده تشکیل می شود. بیرینکن تروریستی خواندن سپاه بیفایده بود بیرینکن وزیر خارجه آمریکا در کمیته سیاست خارجی مجلس سنا گفت گذاشتن سپاه در این لیست از آغاز اشتباه بوده چون فایدهاش از هزینهاش کمتر است چرا تنها نتیجه عملیان ممنوعیت سفر اعضای سپاه با آمریکا بوده در حالی که فرماندهان آن اصلا قصد چنین سفری ندارند جهانگیری و وزیر روحانی به دادگاه فراخوانده شدند به نقل از برنا حجت الاسلام رضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت محمد شریعت مداری وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی و عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاهها فراخوانده شدند و قرار است آنها پاسخوی عمل کرده خود درباره باری عرض 4200 تومانی، خط فرق و عمل کرده شستا، مسکن و غیره باشند. اعتراض اتحادیه اروپا به باجگیری گازی روسیه پاسخ هماهنگ خواهیم داد رئیس کمیسیون اروپا اقدام روسیه در توقف صادرات گاز به بلغارستان و لهستان را یک باجگیری گازی دیگر از سوی روسیه خواند و گفت که اتحادیه اروپا در حال تدارک پاسخ هماهنگ به این اقدام مسکو است اورزولا فوندلاین رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه هفته مردی بهش در بیانیه نوشت نوش اقدام شرکت گازپروم تلاشی دیگر از سوی روسیه برای باجگیری با گاز از ماست. فوندلاین اقدام روسیه را غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد که این اقدام یک بار دیگر غیر قابل تکیه بودن روسیه به عنوان تامین کننده گاز را نشان داد. گزارش حمله موشکی ایران به مرکز راهبردی رژیم صهیونیستی در اربیل کمیته پارلمانی عراق برای تحقیق در خصوص حمله موشکی ایران به مرکز راهبردی رژیم صهیونیستی در اربیل در بیانیه مدعی شد که بعد از برگزاری شش جلسه و تحقیق و بررسی محل حادثه و دیدار با مسئولان امنیتی اقلیم کردستان عراق هیچ دلیل و یا مورد مشکوکی مبنی بر وجود ابزارهای تجسسی در این مکان نیافته است در این بیانیه آمده است وزیر امور داخلی اقلیم کردستان عراق و مقامات امنیتی دیگر نیز تاکید کردند که هیچ گونه فعالیت اطلاعاتی برای هیچ طرفی در داخل خاک اقلیم وجود ندارد و مقامات اقلیم کردستان اجازه که هیچ گونه تعرضی از داخل خاکشان علیه کشور دیگری را نمیدهند. کمیته تحقیق همچنین مدعی شد که پس از پرسوجو از نماینده وزارت خارجه و نماینده سرویس اطلاعات ملی و دیگر مسئولان امنیتی عراقی در خصوص دریافت هشدار و یا اطلاعات از طرف ایرانی مبنی بر وجود فعالیت رژیم نیستی در اربیل کردستان به این نتیجه رسیده ایم که طرف ایرانی هیچ گونه اطلاعات کسبی در این خصوص به طرف عراقی نداده است این کمیته مدعی است که پس از بررسی محل مورد حمله که متعلق به یک شهروند عراقی به نام بازل برزنجی هیچ دلیلی برای اثبات هر گونه فعالیت سیاسی در این مکان نیافت این کمیته در گزارش خود تاکید کرد که شهروندان عراقی که این حمله به آنها سیب وارد کرد حق دارند که با طی کردن مراحل قانونی خسارتهای های مادی و معنوی خود را از طرف ایرانی مطالبه کنند. پارلمان عراق چند روز پیش جلسه ای با حضور وزیر خارجه این کشور در مورد حملات نظام ایران و ترکیه در خاک این کشور برگزار کرد. به پایین خبرهای این ساعت رسیدیم. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. وقتتون خوش و خدا